حسن کاظمی قمی در دیدار با معاون سیاسی ریاست وزرا گفته که سفرش به کابل با معنای پیشرفت امارت اسلامی در بعد سیاسی است. معاون سیاسی ریاست وزرا نیز در این دیدار بر روابط نیک با ایران و کشورهای جهان تأکید کرده و خواستار رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان در این کشور شده است. سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان در دیدار با معاون سیاسی ریاست الوزراء گفته است که رفت آمد هیئت‌های خارجی به کابل نشان دهنده پیشرفت امارت اسلامی در بعد سیاسی و تعامل خوب حکومت سرپرست با جهان است. معاون سیاسی ریاست الوزراء در این دیدار با تاکید بر روابط خوب با ایران خواستار رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان در ایران شده است. در این اواخر رفت آمد و دید با دید هیئت‌های خارجی به افغانستان زیاد شده که خود به معنای اهمیت افغانستان و خود به معنای این است که مناسبات امارت با جامعه جهانی به خصوص به کشورهای همسایه ما رود به رود بهتر شده می رود. روز پیش نیز نماینده ویژه ایران در رشته تویت‌های گفته بود که دیدارهای گسترده را درباره کمیته تماس منطقه‌ای با مقام‌های امارت اسلامی، مقام‌های یونما و نماینده ویژه روسیه برای افغانستان و دیپلماتان برخی از کشورهای دیگر داشتند. اما آیا کمیته ابتکار تماس منطقه‌ای برای افغانستان سودمند خواهد بود؟ گروه تماس به سطح منطقه به خاطر افغانستان ایجاد شود، زیادترین مشکلات هم سیاسی، هم اقتصادی، هم اجتماعی و هم انزوایی افغانستان حل میکنه و میشه که افغانستان با جهان تماس بگیره، هم مسائل تجارتی و دیپلماتیک و ترانزیتی همش حل خواهد شد. منطقه و گټ کار ته ضرورت لري، منطقه و داسې سازمانونو و داسې تفاهمونو ته ضرورت لري چې د منطقې هیوادونو سره رانږدې کړي او دغه موجوده تنش چې دی، دغه موجوده تنشن چې دی، دغه یو څه راکم کې په دې راستا کې هر څونه کوشش د افغانستان په ګټه دی. نماینده ویژه ایران برای افغانستان همچنان در گفتگو با یک رسانه ایرانی حکم صادر شده در قندهار را قابل تطبیق خوانده و افزود است که رهبری امارت اسلامی پرداخت حقابه ایران بر اساس معاهده سال 1352 را به شکل حکم حکومتی اعلام کرده است. امروز 8 ثور برابر است با 32 سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان. مجاهدین پس از کودتای 7 ثور به پیکارها در برابر نظام کمونیستی پرداختند که در نهایت پس از 14 سال مبارزه در 8 ثور سال 1371 به پیروزی رسیدند. با آنکه پیروزی و به قدرت رسیدن مجاهدین ثمره جهاد مردم افغانستان بود، اما چرا جنگ های داخلی در کشور آغاز شد؟ چه کسانی و برای کدام اهداف بر تبل نابسامانی های داخلی میکوبید و در نهایت حالا پس از 32 سال حاکمیت و پیروزی جهاد در افغانستان مجاهدین به کجا رسیدند و افغانستان در کجای تاریخش قرار دارد؟ در همین مورد بیشتر صحبت میکنم با مهمانان من، آقایان سید اکبر آقا عضو پیشین امارت اسلامی و محمد اسحاق اتمر استاد دانشگاه کردو از طریق خط اسکایپ با ما وصل شدن. مهمانان گرامی، درود بر شما، خوش آمدین به برنامه. آقای اتمر، اگر بحث را با شما آغاز بکنیم، در ابتدا از 8 ثور سال 1357 71 هجری خورشیدی بگوین و اینکه در آن روز چی رویدادهای در افغانستان رخ داد. تشکر. سلام بر شما، سلام بر بیننده عزیز شما و سلام بر میمان گرامی آقا حسین. ممنون. خب اکثر افغان ها همی تحولات را که در افغانستان با خوب پیوسته ای را مجرد و جدا میبینن و ای را عواملش یا به اسلام و کانتکستش مطالعه نمی کنن و ایتو فکر می کنن که یک تحول، یک تغییر، یک انقلاب بود که در افغانستان آمد و نتیجه از انقلاب بعدا چی شد. بر صورتش افغانستان تا هنوز هم و از همون زمان هم مرکز تقاطع
سیاست های بزرگ جهان بود. آمدن هفت ثورم همونطور یک تصمیم بود که خود شوروی ها در وقت یک قدرت بزرگ جهان بود، به اساس از این که اونا میخواستند که اون نفوذ منطقوی خود گسترش بتن و حریفای خود نمانند که در کشورهای مجاور از اینا کار بکنن و دست به سیاست بازی بزنن، عامل از این شد که شوروی ها بالاخره به افغانستان لشکرکشی کردن. و زمانی که شوروی ها به افغانستان لشکرکشی کردن، تا او وقت هم افغان ها تا اندازه صبر و تحمل داشتن و جسته و گریخته بر ضد امون نظامی که بعد از 57 حاکم شده بود اینا حرکت های را انجام می دادن. ولی زمانی که نیروهای خارجی داخل افغانستان شد، این در حقیقت یک انگیزه بسیار قوی بر مردم افغانستان داد که افغان ها سابق هم در تاریخ افغانستان هم افغان ها خارجی ستیز بودن، یعنی خارجی ها را و بیرونی ها را اجازه نمی دادن که اینا به کشورشان بیا و فکر می کردن که دستور خارجی بر از اینا قابل قبول نیست. و به اون خاطرم بود که قیام تقریبا سراسری شد در تمام افغانستان به ضد امون نظام. ولی قسمی که قبلا عرض کردم، دستهای بیرون هم بالاخره دی شامل شد، پروژه های بزرگ استخباراتی وارد ازی شد و افغان ها یک تعداد که امو مقاومت و اصطلاح در اینجا پیش بردن نمیتونستن، اینا از افغانستان بیرون برآمدن و در اونجا در گیر یا در گرو اونمو استخبارات منطقوی و جهانی شدن و پروژه های بسیار کلان بزرگ استخباراتی باوجود آمد، تا ای که اینا به شکل جنگ های منظم به ضد حکومت ادامه دادن و این جبهه کلان به رهبری آمریکا، پاکستان، کشورهای عربی، حتی اسرائیل، چین و احتمالا مصر و بعضی کشورهای دیگه بود که اینا در یک بازی بسیار بزرگ بالاخره تانستن حریف قدرتمند خود که اینا را قبلا در ویتنام شکست داده بود اینا را زمینگیر بکنن و اول حکومتشان ساقط بکنن و دوی که امو تسلط از اینا را در منطقه و در افغانستان از بین ببره، که نتیجهشون امو آمدن مجاهدین و هشت ثور به افغانستان. البته یک بحث بسیار کلان بزرگ است، ما منتظر سوال شدستم که بله. چی میپرسن که مطابق از او جواب بتونید. بله حتما، تشکر. آقا صاحب، شما یکی از مجاهدین امارت اسلامی بودین زمانی که رویداد هشتم ثور رخ داد، جریان سیاسی و نظامی که شما با او کار میکردین چه نقش داشت در پیروزی مجاهدین در افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام را توشت استاش گرامی المات مرسب تا استاش اولیدون کتوائی سپاس. دا وقت دی چی پا افغانستان کی دا خو وان دا سور بانی خدا خبری مر بکرلی چا دا روسان و مداخله و اختی رسول دا چی دا مجایدون و پیروزی راله آقا چی دا تم دا سور دی نو زا پیکر کومه چی دا تکسلی و گوری دا مجایدون و حکمت لا سرالی یا لاست دا دوی ولوی دی یا دا دی منابی و پایدی داوی چی یو دا دا مجایدون و کمی قربانی چی ورکلی وی چی پا میلونو خلق ماجر سولا و پلکاو خلق چیزی شیدان سولا، پلکاو خلق مایوبین سولا و پلکاو شدی کندی سوی پلکاو کشنیان ایتیمان سولا، دا اغو پا نتیجه که دا مجایدونو لاست حکومت ولی دی اغا دا سمرای دوی لاست وارا لدا مجایدونو خو یو دا بایدا و دوام پایدا داو چی اغا دا دوی رقیب
د دوی دغه مقابل اشغالګر چې د مجاهدینو په مقابله کې جنگیدی روسان یا دغه ملګری چې د توکم نشټات زما فکر باندې کسړی وګوري په روسیې کې هغه اتحاد شوروي هغه په روسیې بدل شو او په روسیې کې د دوی کوم ریاستونه یا مملکتونه چې پخوا دوی نیولې وه په قبضه کې راوستلې وه هغه په هغه وخت کې ازادي ترلاسه کړه د مجاهدینو په برکت باندې او کمونیستان چې وو هغه هم دلته په خپل ملک کې خپل خلکو ته شرمنده شول دا بل پایده و د مجاهدینو پایده اما میایم بالای این که پیروزی رخ داد بله اما سوال ای است که چه کسان مجاهد بودن 14 سال رسمیدن با کدام ایده که بالاخره به پیروزی رسیدن در 8 ثور سال 1371 هجری خورشیدی؟ نو ما فکر باندې کسړی وګوري اول مجاهدین چې و په خپل تقوا او په زړه خبره ټوله پر کوم په خپل تقوا او په خپل وطن دوستی و پخپل دینداری و ایمانداری دغه دی ته ورسېدله خو هغه مملکتونه چې هغه سیال حکومتونه و چې هغه په سیالداری باندې د مجاهدینو سره کومک کوي چې روسان مات کړي هغه هم خپل مطلب ته ورسېدله چې روسان مات شوله او اتحاد شوروي په روسیه باندې واوښتل او قدرت او طاقت داسې د دوی د لاسه ووتې چې نور مجال په دوی کې نه و چې دوی د امریکې یا د نورو غټو قوتو قدرتو مقابله او مخالفت وکړي نو البته دا شی راځي خو متاسفانه چې مجاهدین چې وه هغه په د اشغالګرو چې هغه د اشغال دپاره راغلي وه یا د هغه مملکتو چې هغه د دوی سره کومک کړی وو د هغو په لبسون باندې بعضې مجاهدین چې هغه ټوله مجاهدین نه دي بعضې مجاهدین چې هغه خپل په مابینځ کې اختلافات راله وو او د دوی په مابینځ کې جنګونه راله ځکه چې هغه خلکو چې د باندې د خارجي مملکتونه وه چې یا د اشغال په صورت کې راغلي وه یا هغه مملکتونه چې هغه د مجاهدین سره کومک کوي هغو غوښتله چې دغه جهاد په بربریت او وحشت باندې واړي ځکه چې بیا د نور اسلامي ممالک چې وه هغو د دې څه سبق اخیستي هغو د دې څخه د جهاد څخه ښه نتیجه اخیستله وه په خپلو مملکتو کې بیا خارجان چې د دوی په مملکتو کې و دغه په مقابل کې راپارېدل یو دا مطلب او دوهم یې دا مطلب و چې د مداخلې فکر یې درلودي لکه موږ ته چې ولیدي چې شل کاله اشغال هغه اشغال و چې دوی د روسانو په وخت کې روسانو ته ماته ورکړه د پال دی چې یو خپل رقیب مات کړي او بل د افغانستان خاورې ته دوی راداخل یا دننه شي هغه اشغال هم دوی سر ته ورسوي افغانستان ته راغله خو مجاهدین چې وه بعد مجاهدین چې هغه خپل په مابینځ کې جنګونه وکړه خو البته اوس موږ که وګورو افغانان کې اوس هره کم خلک شته بعضې خلک په افغانان دي چې هغه که مجاهدین وه چې هغه دوی خپل جنګونه وکړه تر پایه پورې اوس هم دوی په دغه باندې نه دي قانع چې موږ دغه جنګونه وکړله افغانستان ته به تاوان ورسوي جهاد ته به تاوان ورسوي جهاد دغه د افغانستان پیروزي مو د منوره پورې ځین مو خره کړله نو دا اوس هم هغه په دې باندې قانع نه دي خو کشکې هغه قانع وای او یا افغانان چې عام خلک دي هغه ټولو مجاهدینو ته دا وایي چې هغه بربریت وحشت والا ورته وایي دا هم ډېره بده خبره ده نو زه خپله دوني وایم چې مجاهدینو په ښه نیت باندې په ښه اخلاص باندې جنګ جهاد وکړي او خپل مطلب یې لاسته راوړي خو بعضې خلکو په لمسون د خارجانو هغه د جهاد ثمره د دوی د لاسه وویستله په دنیا کې دوی دغه کړله بدنام کړله خو البته دا بعضې مجاهدینو خو بعضې افغانان چې وایي ټول اکثر افغانان د هغو خلکو سره چکچکي وویلې نو مجاهدین چې دي اوس هم که اوس موږ وګورو زه وایم چې مجاهدین چې اصاف مجاهدین چې دي پېژنم زموږ سره د جهاد په وخت کې وه هغه اصاف مجاهدین چې دي هغه په داخلي جنګو کې احسانه ده اخیستې هغه ډېر په ډېر تعداد سره دي او ډېر لږ مجاهدین چې وه هغه په خپل داخلي جنګو کې حصه واخیستله د خارجانو په لمسون باندې. آقا صاحب شما از دوره جهاد خودتان یاد کردین که در جهاد اشتراک داشتین حضور داشتین در کدام صف می جنگیدین و تحت رهبری چه کسه؟ خیلی کوتاه. زه خپله د مولوی خالص صاحب د تنظیم سره وم پا
په کندهار کې د طالبانو جوبې چې وې دا ټوله د اکثره بلکې یو 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 دانه معنی به واغه چې جوبې چې وې دا ټوله د مولي خالص صاحب د تنظیم سره وې موږ دغه تنظیم سره وو دغه تنظیم ډېر بې طرفه تنظیم وو او د په داخلي جنګو کې یو وخت مې سند اخیستې مولي خالص په هر وخت د خپلو مجاهدینو ټوله زه د دوی د خالص د جبهات څخه غټه جبهه زما هر وخت مې د خپلو مجاهدینو ټوله که چا سلا درسه غوښته په زور باندې سلا ورکوي جنګو خو بیا وروسته په دا جنګو کې مې سوانه است. سپاسګزارتان. میان برنامه کوتاه و به دنبال آن ادامه بحث را بیننده باشید. ادامه نیمه روز و بحث را بیننده هستید. آقای اتمر، صحبت های آغاز های بشنیده میخواییم از شما بپرسم با آن که هشتم ثور پیروزی مجاهدین و ثمره جهاد کل مردم افغانستان بود، چرا افغانستان به آرامش نرسید؟ خب این عباد وسیع داره یک عامل داخلی است، دیگه عامل بیرونی است. عامل داخلیشی بود که زمان که مجاهدین به قدرت رسیدن ما کل با میفهمیم که مجاهدین نتانستن که حکومت ملی را شکل بدن و مشکل از اینا ازی بود که یک تعداد از اینا زیادتر زیر نفوذ پاکستان بود و تعداد هم زیر نفوذ ایران بود و دو کشور ایران و پاکستان مستقیم در رهبری از اینا دست داشتن. نه تنها که دست داشتن بلکه استخبارات همی دو کشور عملا مداخله میکردن. پاکستان نظر به استراتژی که در مورد افغانستان داره، پاکستان در قبال از بود که افغانستان صاحب یک نظام قوی و قدرتمند نباشد و امو بود که امو قماندان های رهبرهای جهادی که زیاد زیر نفوذ از اینا بود، اینا را بر گرفتن تمام قدرت در افغانستان تشویق کردند و این قدرت با قماندانایی که در داخل بودن و اینا با این مخالف بودن در تضاد بود که در نتیجه امو جنگای داخلی آغاز میشه و در نتیجه جنگای داخلی هزاران انسان کشته میشه در داخل افغانستان، زیربناها تخریب میشه. چیزی بود که پاکستان میخواست. اردوی افغانستان از بین میره، سلاح نظامی ما کلش پاکستان میره، تیاره، چان، توپ، راکت، دافیاوا، تمامی تجهیزات به پاکستان به اصطلاح امو وقت کبار شد و فروخته شد. میلیون ها انسان هم از کابل و از اطراف افغانستان مهاجر شدن به پاکستان و به ایران رفتن. زیربناها ها کلش از بین رفت، تخریب شد. سیستم وجود نداشت، نه ما سیستم اداری داشتیم، نه سیستم تعلیمی داشتیم، نه سیستم مخابرات بود، نه کدام انکشاف بود. پنج سال یا بیشتر از او اینا به خانه جنگی ادامه دادن. آقای اتمر، میخواییم پرسشی داشته باشم. وقت جهاد مقدس در افغانستان شکل گرفته بود، از بطن مردم افغانستان این جهاد بلند شده بود و در برابر اشغال همه سر بلند کرده بودن و مبارزه میکردن، چرا باز هم به کشورهای دیگر تمکین شد بر ضد کشور خودشان و بر علیه کشور خودشان و خاک خودشان دست به اعمال زدن که خودتان به او اشاره کردین؟ این بی‌کفایتی و به اصطلاح مزدور بودن رهبرای جهادی بود. مردم افغانستان کسایی که اینا به نیت پاک به جهاد رفته بودن، اونا را خدا جهادشان قبول کنه، کل از اونا قابل احترام است. کسایی که در صفوف بودن خیانت رهبرای جهاد کردن، خیانت کسایی کردن که اونا تصمیم گیر بودن، خیانت کسایی کردن که اونا
عضو استخبارات همسایه بودن، خیانت کسایی کردن که به خاطر پول، به خاطر آجنده های کشورهای بیگانه و به خاطر رسیدن بر قدرت و دارایی اونا دست به می جنگ های داخلی زدن و تا آخر هم حاضر نشدن که یک طرف هم حاضر نشد که اینا برن به یک بحث ملی، برن به یک آجنده ملی، برن که امی مشکل از رای گفتگو حل بکنن. هر روز با شاهد درگیری ها بودیم در سر تا سر افغانستان با چیزهای بسیار خرد و به اصطلاح چیزی که نباید بالای زود بحث میشد، طرف ها اقدر خود دو قایم میگرفتن که بالاخره جنگ بوجود میامد و این جنگ سبب کشتار مردم و خرابی کشور بود و همین چیزی بود که پاکستان و ایرانی را میخواستن. شما از گفته های نواز شریف حتما به خاطر دارین یا شنیدین که او بر مردم پاکستان گفت که چیزی که دست آورده که ما از جهاد افغانستان بر شما آوردم ایست که ما توانستم تمام نظام و اردوی افغانستان از بین ببرم. در حقیقت ام اردو توانمندی جنگیدن با پاکستان هم داشت و با ایران هم داشت، اما اونمو دشمنای اونمو اردو یا اونمو کسایی که در امو استخبارات کار میکردن اونا اردو را، قوتهای نظامی را و تمام تجهیزات نظامی را با تأسیسات و فابریکا و زیربناها و تمام ساختمان ها به ویرانه تبدیل کردن و ایره به پاکستان فروختن. سپاسگزارتان. آقا صاحب، شنیدیم از آقای اتمر این که چی گذشت و چرا بر افغانستان. میخوایم بپرسم با گذشت 32 سال از هشتم ثور، قضیه هشتم ثور در افغانستان، حالا جایگاه مجاهدین هشتم ثور در افغانستان در کجا است؟ از ما به فکر بندی کسانی اون گروه یواری به در جنجین شان تا مخی اشاره وکم زم خپله بیا به دستا خبری تراسم دلتا تو شان وای چی مجاهدین و مستقلانه استقلال تعقیب نکی خپل استقلال د بل چا په لاس کې وه. او دوهمه خبره دا وه چې مجاهدین په هغه وخت کې تقسیم وه، تنظیمونه وه، التشویقي هم ډېر تنظیمونه وه، په التسنونکي هم ډېر تنظیمونه وه، درېیم همسایه و غیر همسایه ملکو چې وه په دې ملک کې نفوذ درلودی و هغه خپل د نفوذ څه کار اخیستی یا افغانستان یې اسلامي نظام ته یا اسلامي حکومت ته نه پرېښوي. او سلارم چې دی حکومت بل جوړ کړي و خپله مجاهدینو نه کوي جوړ. او اوسنۍ حالاتو کې که اوس وګورو لکه تا چې سوال وکړي، زه خپله دا وایم چې دا حکومتونه ټوله اوس په رقابتو سره روان دي، نو ځکه چې اوس هم هغه د خارجانو چې حکم په افغانستان کې څه غوښتل د هغو کوشش اوس هم هغه کوي. یعنې خارجان نه غواړي چې په افغانستان کې یو متحدانه حکومت یا داسې حکومت چې هغه د ټولو افغانانو یو مشترک حکومت جوړ شي. دلته ځکه په دې کې افغانان چې دي آرامي ري په دې کې، د همسایګانو هم دا نه دي غواړي چې د افغانستان کې یو متحد حکومت د ټولو افغانانو، سابقه مجاهدین، اوسني مجاهدین او غیر د مجاهدینو څخه خلک چې هغه ښه خلک وي په افغانانو کې په کورو کې جهاد هم نه وي کړی، دا په حکومت کې شامل شي. دا نه غواړي خارجان دغه نه کوي. نو زه فکر کوم چې موږ باید چې د تجربې او د امتحان څخه په سابقه حکومتونه راته امتحان سوه چې د قصیر المدت وه او ژر د منځه ولاړه او شخصي حکومتونه وه. اوسني حالاتو کې په حکومت موږ خپه باید چې غږ وکړو، هر وخت دا وایم ځکه چې دا به وکړي دا حکومت طالبان چې دي د هغو سره داسې فکر شته چې هغه په افغانستان کې د خپل حکومت دپاره د ثبات او د استقرار او د استحکام لاره پیدا کړي. هغه د ثبات او د احکام او د استقرار لاره یګانه ده. هغه زما فکر باندې چې ټوله مجاهدین په حکومت کې سره یو دی چې قرآن دې ته چې افغانان په ټوله مجاهدینو ته په یوه نظر باندې ګوري، هغه مجاهدین چې په سابقه حکومت کې په خپل حکومت په وخت کې جنګونه سره وکړه او هغه مجاهدین چې په د اشغال په وخت کې په حکومت کې راله
دا یو طرف دی او هغه مجاهدین چې هغه په کورو باندې ناستي او هغه مجاهدین چې هغه په خپل منځي جنگو کې سند دا اخیستي هغه مجاهدین په ډیر تعداد باندې دي. نو زه فکر کوم چې ښه خبره به دغه وي چې اوسنی حکومت د هغه مجاهدینو څخه کار واخلي چې هغه په شخصي استفاده نه ده کړې او په جنګونه یې نه دي کړې او د سابقه ادارې سره هغه ملګري شوي نه دي. نو زما فکر باندې په هغه صورت کې به بیا د مجاهدینو جایګاه معلومه سي. په اوسني حالاتو کې چې سابقه مجاهدینو چې هغه په شپږم د سوار باندې د پیروزي په ورځ باندې راغلي وه او دا پیروزي د دوی په لاس باندې راغلي وه زما په فکر باندې په دې حکومتو کې هیڅ جایګاه نه لري. آخو صاحب، شما در صحبت هایتان یاد کردین چهار مورد مشخص سبب شد که پس از جهاد و پیروزی مجاهدین در افغانستان جنگ های داخلی شکل بگیره. چرا همواره در افغانستان بحث مبارزه مطرح است و چگونگی پیروز شدن در مبارزه، اما پس از او مطرح نیست اینکه چگونه سیستم را بسازند، چگونه گسترش به تن پایه های حکومت که مردمی باشه و استحکام پیدا بکنه، همه موارد قانونی. نو دا ډیر اسانه خبره ده. هغه مجاهدین چې هغه لکه ما چې درته وویل چې هغه په سابقه جنګو کې سند اخیستی او هغه مجاهدین چې په تېر حکومت کې سند اخیستی هغه په تنظیمي سطح باندې معلوم دي. عموماً په سابقه چې هغه جنګونه په افغانستان کې کوله په هغه هلته تړون کې یو دوه تنظیمه وه او په یادرې تنظیمه وه، په هلته تشویق کې مو دوه درې تنظیمه وه، نور خو هغه ټول نو تنظیمونه وه. اووه تنظیمه د هلته سنون وه او اووه تنظیمه تقریبا یا شپږ تنظیمه د هلته شوي وه، هغه ټوله په خپل ځایو باندې ناست وه. نو زه فکر کوم چې اوسني حالاتو کې طالبان باید چې لکه ما چې وویله د سابقه تجربو څخه کار واخلي. هغه مجاهدین دوی په ډېره اسانه طریقه که په تنظیمي سطحه وي راټولولی سي او که د هغسې په وطني سطحه باندې وي راټولولی سي. هر چا ته ښه مجاهدین، هغه مجاهدین چې په جنګو کې سند اخیستی، هر چا ته هغه معلوم دي، هغه ورته په ګوته کولی سي. نو زه فکر کوم چې هغه په هر قوم کې چې اوس راسي، هغه جنګي مجاهدین چې په جنګو کې سا اخیستې ده، هغه هم دوی کنټرولولی سي، ورته ویلی سي چې د مخالفت څخه لاس واخه. چې اوس موږ ته چې ګورو چې هغه جنګي مجاهدین چې په هغه وخت کې جنګ کړی وو یا وروستني حالاتو کې په شل کاله اشغال کې دوی وه، هغه مجاهدین چې دي هغه هم د دغه مجاهدینو په واسطه باندې، ځکه د دوی د قوم خلک دي، د دوی د طبقې او د منطقې خلک دي. کولی شي چې دا مجاهدین ورته ووایي چې راسې خپل په کورو باندې کښېني، زموږ سره ملګري سي، یعنې راسې قوم ورته ویلی شي چې راسې د دې مخالفت څخه لاس واخلي. نو هغه مخالفت خامخا راتلی سي د منځه ځي او د مجاهدینو مطرح کېدل هم راتللی سي. سپاسګزارتان. آقای اتمر، اگر بحث را جمع بکنیم، چقدر از گذشته ها فکر میکنین که باید آموزش بگیرن و درس عبرت باشه برای آینده سیاسی افغانستان؟ شاهد فروریزی نظام های متفاوت با ساز و برگ های کلانشان در افغانستان بودیم و ایجاد سردرگمی در ادارات مختلف. چقدر نیاز است که دیگر راه هایی را که افغانستان بارها تجربه کرده باز نره؟ میبینیم 45 سال یک تجربه کافی است برای تمام افغان ها که اینا باید یک درس درست از امی تحولات 45 سال اخیر گرفته باشند. ما نظام ها را یا حکومت ها را با مجاهد و غیر مجاهد باید تقسیم نکنیم. اگر با این رقم تقسیمات داشته باشیم، نظام هایی که باز میاید اونا باز اون همون گپ هست که در بین خود به جنگ میشن. و ولی شما اگر ریشه کلش رو ببینین، کلش مجاهد است. از امون تنظیم افغانه و تنظیم افغانه گرفته تا طالبا، کل از این مجاهد است. مثل که آقا صاحب میگه مجاهدین. ولی بین ما دمی 45 سال نتانیستیم امیره. چرا اعتراف نمی کنیم امیره؟ ما بعد از 14 سال حکومت اشغالگر شوروی را در افغانستان سقوط دادیم، درست، ولی ما نتانستیم یک اداره را با وجود بیاریم که در کل افغان ها با هم برادروار سهم بگیرن و برای آبادی کار بکنن. ما نتانستیم.
بعد از هم ما نتانستیم. شما نظام هایی که بعد از آمده تا امروز ما در عین امو دایره خبیثه که در گذشتم دور میزدیم باز دو بگرد. یگانه رایی که در نظر ما البته او میتونه حل مشکلات ما باشه گرد هم آمدن، با هم بودن و از مهارت ها، از استعداد های افراد و اشخاص مسلکی و تخصصی استفاده کردن. افغانستان باز باشه بر تمام اقوام، بر تمام زبان ها، بر تمام مذاهب، بر هر کسی که از افغانستان است، او حق داره که درباره کشور خود تصمیم بگیره، او حق داره که در کشور خود کار بکنه. اگر ما یکی را نفی میکنیم به نام یک چیز و دیگر را نفی میکنیم به نام دیگر، عاقبت ما اینه می درگیری ادامه پیدا میکنه. شما هیچگاه به زور تفنگ سر مردم حکومت کردن نمیتونید تا زمانی که شما دل مردم را به دست نارده باشه. ما امروز ببینید جای شکر است ما بین ایگه پر بگیم که افغانستان از جنگ بیرون است تقریبا، ولی دیگه مشکلات خود داره. برابر همون جنگ مردم از بستن دروازه های مکتب رنج میبرند. با مو اندازه که از جنگ رنج میبردن، از بیکاری، از فقر، از بدبختی رنج میبرند. به مو اندازه که از او جنگ رنگ می برد امروز صدای زینا شنیده نمیشه. با مو اندازه که از او جنگ رنگ می برد امروز اولاد از او محروم از درس خوانده نمیتونه. آینده زی چی بشه؟ حالا شما ببینید. اما این فرصت در رژیم کنونی یا طالبات دارن. ما 3 سال از برشان از طریق نمی رساله ها میگیم که او برادرها شما حق بده دیگه مردم ها تجربه های گذشته ناکام تکرار نکنین، به صدای مردم گوش بدین، که دی مردم بشینین زانو به زانو گپشان هم بشنوین، دلیلشان هم بشنوین، منطقشان هم بشنوین. اگر قانع ساختین خوب اونا میره پشت کارشون، و اگر شما که هیچ قانع نمیشین مشکلی کار دیست که کسی که در افغانستان قدرت سیاسی را به دست بگیره او هیچ گوشاش کر میشه، چشمش کور میشه، او گفه نمیشه. ما سالها دمو وقتم دمو ابو حزب دموکراتیک خلقم و می گفه را میزنیم یه را در شما بشینیم، ولی اونا کار میکردن که اول ابو روشن فکر، ابو متخصص، ابو دکتر، ابو استاد از بین میبردن و میکشتن. سپاس گزارتان. آقا صاحب در آخرین پرسش، آقای اتمر ادعا میکنن که هر کس به عریکه قدرت در افغانستان میرسه دیگر صدای مردم را نمیشنوه و قرارم نیست که برای خواستهایشان لبیک بگوید. چرا یک چنین مسئله وجود داره؟ زخبال ادمونی وایم چی دلتا در افغانستان که گرو داخل گودم پادات و کور گرده ولیدی هر څوک چې راځي هغه د دې لپاره نه راځي چې په دې ملک کې خدمت وکړي، بلکې دلته د دې لپاره راځي چې خپل جیب ډکي او خپل مفادات دلته حاصل کړي په دې افغانستان کې. اوس رالو دې ته د مجاهدینو په منځ کې ما یوازې مجاهدین هم ندي شولې، ما دا وویله چې د افغانستان په 3 تقسیمو ما کوي، یو 4 تقسیمه، یو تقسیم مو ځینې وویستی د هغه مواجوامه، یو مثلا سابقه مجاهدین دي او یو مثلا د وسنی مجاهدین دي چې د وسنی اشغال په مقابل کې وي، او هغه صاف ستره خلک دي چې په کورو باندې ناست دي، جهاد یې نه په سابقه جهاد کې کړی دی او نه په اوسنی جهاد کې کړی دی. دا چې دي په فصل کې 15 نوي تشکیلوي، یعنې د افغانستان زیات اکثریت په دغو باندې ولاړ دی، په دغو خلکو باندې. دغه ته ضرورت شته چې دا په یو داسې چوکاټ کې چې د دوی یو مشترک چوکاټ جوړ شي، او په د افغانانو هغه جنکما در ټول چې خلکو د افغانستان د مفاداتو کور ګرځولی دي، هغه مفادات صرف په نظر وکړي، د ملت مفادات په نظر کې ونیسي چې ملت ته څنګه پایده رسولی شو،
په وچه ډوډۍ باندې وخت تیر کړي او په تش جیب باندې وخت تیر کړي، خدمت ملت ته وکړي. نو زما په فکر باندې په دغه صورت کې بیا کېدلی شي هغه خلک چې اوس مثلا سلرم ما وویله چې هغه هغه د روسانو راوستل دي، هغه خلکو چې راوستل په روسان او دلته ډېر مظالم وکړل او د هغو اثار چې دي تر اوسه پورې دلته پاته دي، هغه لکه اوس مثلا دا 15-20 کاله چې جنګ با پیر سو په افغانستان کې یا په افغانستان کې در بدلی رااله، هغه علت و سبب یا مبدا هغه د روسانو راتګ و یا د هغو ملګري کمونیستان و چې هغه زمینه ورته برابره کړه. نو هغه خلک اوس تر اولیې دلته په خپله په حکومت کې زما فکر باندې ملت بیا هم قبول نه کړي او په افغانستان کې فکر نه کوم چې په هغه نظر و په هغه قیده د دی په افغانستان کې خدمت وکړي، ځکه چې دلته طالبان و مجاهدین و دا ټوله په دې باندې دي، افغانان ټوله په دې باندې دي چې دلته یو اسلامي نظام و اسلامي طریقې و اسلامي لارې ته ضرورت شته، ځکه چې افغانستان چې دي خدای پاک دا دوه اشغالونه چې د منځه وړي دي هغه په اسلامي لحاظ باندې خدای پاک ان تنصر الله ینصرکم ویثبت اقدامکم، نو په هغه لار باندې خدای پاک په هغه لحاظ باندې خدای پاک د مجاهدینو ته کامیابي ور نصیب کړې ده. نو مجاهدین وایي چې د خدای پاک د لارې سره دغه ونه کې غدر ونه کې و د هغو سره هغه د خدای پاک احسان یې نه کې چې د دوی سره کړی دي. نو زه فکر کوم چې هغه بل ډله چې څلورمه ډله چې کمونیستان دي هغه په ملت هم نه قبلوي او زما فکر باندې د خدمت به هم جوګه نه شي په هغه عقیده باندې که هغه عقیده وي، خو دغه چې 15 کسه دا درې ځې خلک چې دي هغه تشکیلوي، زه خپله دا وایم چې دغه دې په حکومت کې سره شریک شي یو مشترک حکومت د افغانانو جوړ کړي، نو به د دغه مشکل خلاص. سپاسگزارتان مهمانان گرامی، آقایان سید اکبر آقا عضو پیشین امارت اسلامی و محمد اسحاق قطمر استاد دانشگاه، از حضورتان در برنامه و اینکه فرصت گذاشتین.